مهمان من که امروزها به دلیل دنیاگیر شدن شیوع ویروس کرونا مثل سایر پزشکان امراض واگیردار حضور مستمر در رسانه ها دارد دکتر آرش علایی است پزشکی که به سبب فعالیت های موثر و مبتکرانه در برخورد با مبتلایان به ویروس اچ و بیماری ایدز در ایران شهرت یافت و خیلی زود شهرتش از مرزهای ایران فراتر رفت و جوایز معتبر بین‌المللی دریافت کرد دکتر آرش علایی که تا سه سال قبل مدیر انستیتوی جهانی برای سلامت و حقوق بشر در دانشگاه ایالتی نیویورک بود اکنون به همراه برادرش کامیار علایی انستیتوی بینالمللی سلامت و آموزش را که خودشان تأسیس کردهاند اداره می کنند. آیا او از تجربه سالیانش در خصوص مقابله با گسترش HIV می میتواند درسی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بدهد و چرا مسئولان کشورش به جای قدردانی از تلاشهای او در ایران او را زندانی کردند. دکتر آرش علایی از نیویورک به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید تشکر میکنم از دعوت شما و خیلی خوشحالم که این فرصت دارم با شما هم صحبت باشم و در خدمت بینندگان و شنوندگان شما هم باشم دکتر علایی شما در سال تا سال 2017 که با اسسه خودتون رو راه انداختید مدیر انستیتوی جهانی برای سلامت حقوق بشر در دانشگاه آلبانی نیویورک بودید یک دانشگاه معتبر با امکانات زیاد برای فعالیت چرا اونجا رو ترک ببینید اون انسیتو هم در دانشگاه ایالتی نیویورک در واقع کامیار و من درست کردیم یعنی پیشنهاد دادیم به دانشگاه آلبانی و به دانشگاه ایالتی نیویورک دانشگاه ایالتی نیویورک بزرگترین دانشگاه در کل آمریکاست و بیشترین جمعیت دانشجو داره که حدود 700 هزار دانشجو و این مؤسسه قابل قبول بود و مورد پذیرش قرار گرفت ما اونجا رو راه انداختیم تحقیقات زیادی کردیم دانشوهای زیادی رو به کار گماردیم منتها چارچوب دانشگاه و کار دا در دانشگاه یک سری از لحاظ محدودیت زمانی و از لحاظ دسترسی به امکاناتی که شما میخواید کارهایی که دوست دارید را انجام بدید در بعضی مواقع نیاز هست که سیاست های دانشگاه را هم پیروی کنید به این خاطر ما فکر کردیم که شاید بیایم یک مؤسسه دیگری رو داشته باشیم کما که اون, دان اون مؤسسه من در دانشگاه و این مؤسسه به ما اجازه بده به کارهایی که بیشتر در آمول منفعه هست ببینید دانشگاه هدفش آموزش و تحقیقاته کمتر خدمات ارائه میده به جاهایی که شاید در سیاستهای کلان دانشگاه نباشه ولی مؤسسه ای که ما در حال حاضر هستیم و داریم اینه که ما بتوانیم در کنار آموزش و تحقیقات بتوانیم خدمات هم بدیم به گروه های هدفی که خارج از چارچوب های سیاسی یا چارچوب های فکری هست برای همه در دسترس باشه خب حالا ممکنه بشه گفت که امکاناتی که از نظر مالی لا امکاناتی که دانشگاه در اختیارش با قرار میگذاشت خیلی بیشتر از این بود که الان الان شما از نظر مالی وضعیتون چطوره چطوری تامین میشید ببینید در آمریکا دانشگاه ها امکاناتی که در قرار میدن فقط از لحاظ نیروی لوجستیک کاره یعنی استادها خودشان باید برن بودجه تحقیقاتی رو پیدا کنند و بیارن به دانشگاه دانشگاه یک حقوق ثابت میده برای اون قسمتی که شما یک کارمند دانشگاه هستین و درس میدین در دانشگاه بودجه های تحقیقاتی یا اجرایی رو نمیده پس برای ما فرقی نمیکرد که چه در دانشگاه باشیم چه در این مؤسسه که درست کردیم از لحاظ پیدا کردن بودجه های تحقیقاتی یا ارائه خدمات تنها فرقی شد شاید از لحاظ حقوقی که به ما میرسید از لحاظ مبلغ و پول کمتر شد ولی برای ما طی 20 سالی که منو کامیار کار کردیم هیچ وقت نگاه نکردیم که چقدر درآمد مالی داریم بلکه همیشه دنبال این بودیم که چقدر میتونیم منفعت برسانیم به دیگران ضمن اینکه که خودمان هم زندگی داشته باشیم که ادامه ی حیات داشته باشیم خب ولی بالاخره برای کارتون شما احتیاج به بودجه دارین الان بودجهتون چطوری تامین میشه یعنی الان هم پروژه رو به دانشگاه میدین از دانشگاه بودجه میگیرین یا از جاهای دیگه میگیرید؟ نه ما مستقیم میگیریم از مؤسسات مختلفی یعنی بستگی به نوع کار داره در بعضی کارها از مؤسسات بین که در, در, ارتباط با بیماری ایدز کار میکنند. در بعضی پروژه ها مؤسساتی که راجع به هپاتیت کار میکنند. در ما یکی دو تا پروژه داریم برای خود ایالت نیویورک کسانی که به قول معروف ریفیوجی یا ایمیگرند کسانی که پناهنده شدند یا مهاجرت کردند به ایالت نیویورک و دسترسی ندارند به خدمات این بودجه را از یک مرکز دیگه گرفتیم از مرکزهای مختلفی گرفتیم نسبت به نوع کار خب حالا دکتر علایی شما به اتفاق برادرتون کامیار که این مؤسسه رو راه انداختید دقیقا چیکار کار میکنید؟ من میدانم شما پروژه هایی در کشورهای دیگه دارید از جمله ترکیه و تاجیکستان دقیقا چیکار کار میکنید؟ ببینید مثلا همونجوری که شما فرمودید پروژه ترکیه و پروژه تاجیکستان و پروژه که ما داشتیم برای دانشجویان پزشکی سوریهی که آواره شده بودن اینها ما به صورت داوطلبانه خیلی شروع کردیم یعنی اینکه مثلا پروژه‌ای که ما در ترکیه داریم در استانبول کمک میکنیم به یک درمانگاهی که زیر نظر شهرداری منطقه شیشلی در استانبوله که ارائه خدمات بیماری اچ آی چه تست اچ چه پیشگیری اچ برای افرادی که در اون جامعه هستند نه اینکه ترک هستند یا غیر ترک یا اینکه چه مذهبی چه فکری دارن اونجا این پروژه کامیونیتی یعنی در جامعه توسط افراد جامعه ارائه میدن این خدمات پروژه دومی که در تاجیکستان ما داریم حدود سه ساله و نیمه که ما کمک میکنیم به وزارت تندرستی یا وزارت بهداشت تاجیکستان و سازمان های مردم نهاد در دو سال و نیم اولش بیشتر تمرکز بود رو بیماری ایدز اعتیاد و افرادی که رابطه جنسی متعدد داشتن برای پول برنامه های پروتکل درمانی چطوری برنامه را اجرا کنند و چطوری تاجیکستان بتونه از پول های بین المللی استفاده کنه یعنی پروپوزالی که ما برای تاجیکستان نوشتیم این پروپوزال ما به صورت داوطلبانه نوشتیم از اون منفعت مالی نداشتیم ولی حدود 19.5 میلیون دلار بابت سه سال تاجیکستان گرفت برای کنترل بیماری ایدز یک سال اخیر در کنار اون برنامه ها کمک میکنیم به ساختار سیستم سلامتی در تاجیکستان و بیماری هپاتیت و چطور میتواند تکنولوژی کمک بکنه به کشورهایی که شاید از لحاظ درآمد کم هستند سیستم بهداشتی ارتقا بده الان دو سه تا پروژه داریم برای تاجیکستان میرسیم که یکی دو تاش مرحله اول رو با موفقیت گذرانده منتظریم که ببینیم اون کسایی که باید اون طول بدن در مرحله دوم چه چه نظراتی دارد در رابطه با سوریه داستان کلا فرق میکنه ببینید ما متوجه شدیم که در یک کنفرانس شرکت کردیم در دانشگاه یل اینجا میخوام تشکر کنم و قدردانی کنم از دکتر کاوه خوشنود که ما رو دعوت کرد به اون کنفرانس و اونجا متوجه شدیم که در یک گزارشی که از پزشکان متخصص سوریه میامد دانشجوهای چندین دانشگاه علوم پزشکی به خاطر مسائل جنگی آواره شده بودند در خود سوریه یا در مرز ترکیه و اونها نمیخواستند مهاجرت کنند یا پناهنده بشن به سایر کشورها ولی خیلی دوست داشتند که ادامه تحصیل بدن ما یک پروژه آموزش از راه دور برای اون دانشجوها گذاشتیم که هنوزم ادامه داره که این کاملا داوطلبانه بود منتها چون وقت زیادی از ما می گرفت به همین سبب در دانشگاه ما نمی ساعت ساعتهای کاری ما نپر کنیم و بعد بتانیم این پروژه هم اضافه داشته باشیم به صورت کاملا داوطلبانه چون ما برای این پروژه از هیچ ارگانیزیشن پول نگرفتیم فقط یک بودجه کمی آمد برای اینکه ما این زیرساخت یا پلتفرم الکترونیک رو درست کنیم که بتانیم از راه دور آموزش رو بدیم تمام افرادی که در اون پروژه کار میکنن به صورت داوطلبانه و رایگان بودن و ما حدود صدها نفر بیش از 500 تا دانشجوی دختر و پسر سوری در این برنامه سه ساله کورس هایی که باید در دانشگاه علوم پزشکی می گرفتن، از راه دور درس دادیم بسیار عالی حالا که ویروس کرونا به این وسعت و شدت در جهان گسترش پیدا کرده از جمله در این کشورهایی که شما دارین کار میکنید آیا در خصوص این ویروس هم شما درگیر هستید بله ببینید مهم اینه که شما سلامتی فقط مختص به یک بیماری نیست سلامتی بخش عمدهش، فرهنگ افراد سیاستهای جاری در کشوره و یک بخش دیگهش هست که میپردازه به اون تشخیص بیماری و درمان اون بیماری خاص حالا شما در این کشورهای که شما کار میکنین از عملکردشون در این مواردی که شما خودتون گفتین در خصوص ویروس کرونا شما فکر میکنین درست عمل کردن یا درست عمل میکنند؟ در ترکیه و تاجیکستان کاملا متفاوت بود ببینید در ترکیه هم به خاطر مسائل توریستی و اقتصادی اونها دیر عمل کردن یعنی من خودم تعجب میکردم وقتی که وارد فرودگاه استانبول شدم و ترانزیت داشتم، گذر کردم، دیدم که اصلا به نظر میاد که اصلا کرونا را جدی نگرفتن. در تاجیک احتمال میدم به خاطر نگاه ها و ملاحظات اقتصادی توریستی که ما میداریم، درآمد ترکیه از بخش توریست و اقتصاد بین خیلی زیاده، اونها کوتاهی کردن در شروع به موقع. در صورتی که سیستم بهداشتی درمانی ترکیه یکی از سیستم های بسیار موفق شرق اروپا و خاورمیانه است. در تاجیکستان به نوع دیگری بود تاجیکستان زیر ساخت بهداشتی درمانیش قوی نیست نیروی انسانی متخصصش و درآمد کشور کمه منتها از روز اول جدی گرفت از روز اول مرزها رو بستن قرنطینه کردن ما میدانیم تاجیکستان هیچ کشوری از دنیا نمیتونه از ورود ویروس جلوگیری کنه یعنی قطعا به تاجیکستان هم این ویروس میرسه به همه کشورها میرسه منتها مهم این بود شدت بیماری رو کم کنند که بتوانند پرسنل نیروی انسانی پزشکی را آماده کنند زیر ساختار آماده کنند در تاجیکستان نوابسته به اینکه کی از کدام کشور می آمد تمام افرادی که ورود می کردن سابقه داشتند که از چین یا ایتالیا یا ایران یا کشورهایی که مبتلا به کووید در آن گزارش شده بود دو هفته بعد رفتن قرنطینه و این فرصت داد که زیر ها رو آماده کنند چون کشور از لحاظ اقتصادی ضعیف بود و اگر شیوع بیماری گسترش همه گیری پیدا بکنه در تاجیکستان دچار مشکل میکنه ولی آقای علایی شما میدونین که تاجیکستان تا همین دو سه روز پیش مطلقا حال منکر بودن که ویروس کرونا به تاجیکستان رسیده در حالی که بسیاری در خود تاجیکستان از جمله رهبرهای احزاب مخالف اینا هشدار میدادند که الان دو سه ماهه که ویروس به تاجیکستان رسیده و بسیاری مبتلا و بسیاری هم مردن تازه دو سه روز پیش حالا اعلام کردند که 15 نفر مثلا ویروس کرونا گرفتن یا چند نفر مردن و این به این معنا نیست که عملکرد اونها درست بوده اونطور که شما میگید که فرض کن مرزها رو بستن در نتیجه ویروسی نیامده به کشور ببینید من ستاره با هم مقایسه میکنم ایران و تاجیکستان و ترکیه ما دو تا نما داریم یک نمای سیاسی و گفتارهای سیاسی و یکی عملکرد درست در زمان درست این دوتاره باید ما با هم نگاه کنیم در تاجیکستان این هست بله خیلی میگفتن که من هم جزو اون افراد بودم که در تاجیکستان بیمار هست ولی گزارش رسمیش نمی آمد ما اگر برگردیم اقب اگر هم وزارت بهداشت این گزارش سه هفته پیش هم می داد فرقی نمی کرد برخورد ایران تا به حال نسبت به ویروس کرونا درست بوده یا غلط بوده به دلیل اینکه بسیاری دارن صحبت میکنند که انتقاد میکنن از دولت ایران که نه از اول درست بوده و نه الان که میخواد کسب و کارها رو باز کنه و اولا داره باز کرده و در حالی که هنوز این ویروس داره گسترش پیدا میکنه نظر شما چیه در زمینه ببینید بخوایم مرور تاریخی کنیم ایران موضعش این بود اول اصلا میگفت هیچی نه اعلامی میکرد که ما بیماری داریم نه کاری انجام میداد ببینید فرقش با تاجیکستان اینه ایران ان... انکار میکرد کاری هم انجام نمیداد در یک ماه اول در صورتی که در همون یک ماه اول باید پروتکل های پیشگیری در بیمارستان ها در درمانگاه ها چه کار میخوان بکنن چه نوع تستی میخوان بگن چقدر تست دارن چقدر ماست دارن چقدر نیاز دارن اینا باید انجام میشد که نه عمل انجام شد نه صحبت بعد که اولین گزارش فوت از قوم آمد اون موقع دوچار چند دستگی شد یعنی در تاجیکستان درسته که هرمی عمل میشه ولی صحبت یکیه تصمیم گیری یکیه در ایران چند نوع تصمیم گیری شد یعنی وزارت بهداشت یه سازه زد دولت رئیس جمهور یه ساز زد ارگان های خارج از دولت هم یه ساز زدن پس عدم هماهنگی بین گزارش ها و کرد ها یعنی شما نماینده شهر قوم یه عدد میگفت یه توصیه میکرد همونجا رئیس دانشگاه قوم یک موضوع رو میگفت سخنگوی وزارت بهداشت یک موضوع دیگه دیرتر که شد وقتی که مشکل بیشتر شد آمدن همسان کردن گفتن در یک کمیته تصمیم میگیریم کمیته تصمیمی که میگیره متاسفانه نگاه به بدنه نیروی تخصصیش نمیکنه ببینید نگرانی که در ایران هست ما نیروی انسانی مجرب خوب داریم در ایران آنها می توانند توصیه های خوب بدن و بتوانند جلوی مشکل بگیرند. منتها نیروی متخصص یه حرف میزنه در دولت سیاستگزار اونجا یک حرف دیگر میزنه ایران شما صحبت ها رو نگاه میکنید از روز اول تا آخر اینه که ما نیازی نداریم خوب داریم عمل میکنیم موفقیم ما رو گذاشتن پشت اسکایپ سازمان جهانی بهداشت تجربیات من یعنی این که مشکل وقتی آدم نخواد بگه حتما, حتما میتونه خوب،, خوب،, خوب, اشتباه خوب گفتن هم نگه آیا شما تشابهی بین نحوهی که شما در ایران برخورد کردید به ویروس HIV و بیماری ایدز با اون با ویروس کرونا و نحوه برخورد به ویروس کرونا تشابهی می‌بینید چیزی دارین از تجربه گذشتهتون که الان ارائه بدید که به حال مبتنی بوده باشه بر اون تجربه گذشته ایدز دقیقا تشابهی که هست این که در, در زمینه اما فداکاری میکردن در زمینه ایدز بی پول رایگان داوطلبانه خدمت میدادن و بیمارها ارتباط خوبی داشتن ولی اونجایی که ما می آمدیم انتقاد بکنیم به وزارت بهداشت که ما نیاز داریم که آمارها رو واقعی کنیم تحقیقات رو بهتر کنیم و توجه کنیم مشکلات ما کجاست مشکلات رو اعلام کنیم و سعی کنیم در برطرف کردن مشکلات بر بیاییم اونجا دوچار مشکل بود ایران اینجا هم دوچار همون مشکله یعنی شما نگاه کنید که اولین شیوع و گزارش های ایدز وقتی که در بیماران هموفیلی شد چقدر اون بیمارها کتمان شدن و بعدش عمل کرد دولت نسبت به اون بیمارها چه بود وقتی که معتادان تزریقی ما بارها گفتیم تعداد معتادان در ایران سر از سه میلیون به بالا میکشه تحقیق شد تحقیق پا چاپ نکردن گزارش نکردن کتمان آمار بود که همین امروز هم باز میبینیم بحث م... مهندسی کردن آمار پیش میاد کاملا متشابه رفتار با توجه به اینکه این بیماری حدود 30 تا چل سال اختلاف زمانی داره بسیار خوب حالا که از تجربه شما در مورد گسترش مقابله در واقع با گسترش اچ وی صحبت شد بگذارید شما رو به یک گذشته نسبتا دورتری ببرم دکتر علایی سالهای اول جنگ ایران و عراق زمانی که در دوازده سالتون بود و با برادرتون رویای دکتر شدن تو سر میپروروندین دقیقا کجا بودید اون موقع ببینید من در کرمانشاه بودم کرمانشاهی هستم در یک خانواده فرهنگی پدرم معلم بوده و همیشه به ما این گوشزد زد میکرد که شما اون کاری که میخواین انجام بدین درست اگر انجام بدید نتیجهش میگیرین اون خودش سعی میکرد که به شاگرداش درست درس بده هرچی که در توان داره ارائه بده ما خوردیم به جنگ و اون بی خانمان شدن داشتیم در چند سال در یکی از حملاتی که عراق هوایی کرد به کرمانشاه برادر کوچکتر من نه کامیار یه برادر کوچکتر دارم اون زخمی شد زخمی شد و ما خیلی دوچار مشکل بودیم چون کل پادگانی که در شهر کرمانشا هم بود بمباران شده بود و بیمارستان ها ظرفیت کمی دارن داشتن در اون موقع یک دکتر از تهران به نام دکتر علی اکبر خورسندی تمام تعهداتی که باید برای یک بیمار میشد از کرمانشاه به تهران انتقال پیدا کنه ایشان ارتوپد بود تمام جراحیاره بدون دریافت وچی بدون چش داشتی انجام داد چون یک زمانی شاگرد پدر من بود این باعث شد که این انگیزه ما خیلی بیشتر بشه چه برای من چه برای کامیار که شاید پزشکان افرادی هستند که زمانی که هیچ پناهی فرد نداره برن کمک بکنن به اون افراد نیازمند و بعدش ما خیلی از همکلاسامون دچار اعتیاد شدن شهر ما شهر کرمانشاه شاید یکی از بیشترین آمارهای مبتلا به ایدز در بین متادان تذریقی و خودکشی 176 نفر به خاطر ایدز خودکشی کرده بودند در زندان دیزلابا تعداد افرادی که مبتلا به ایدز شده بودند زیاد بود و اونها رو ایزوله کرده بودند این انگیزه به ما داد که ما بیایم رو ایدز و فرصتی داشتیم که در زمان تحصیل با استاد دکتر منصوری آشنا بشیم دکتر سید داوود منصوری او از فرانسه ای زیاد گرفته بود آمد به ایران به ما یاد داد و ما ما رو خیلی مصمم کرد که برگردیم شهر خودمان در کرمانشاه اول بعد در تهران داوطلبانه کمک بکنیم به بیمارانی که هیچ فناهی نداشتند این انگیزه بود برای رشد من و وقتی که اون صحنه های بمباران و جنگ و بی خانمانی رو ما تجربه کردیم این بود که ما تلاش کنیم برای اون دانشجویان پزشکی سوریه که مانند ما اونها هم بی سرپناه شده بودند و هیچ پناهی نداشتند و دوست داشتن درسشان ادامه بدن بسیار خوب شما با بالاخره به آرزوتون رسیدید و رویاتون متحقق شد دکتر شدید و نه فقط دکتر شدید بلکه همطور که الان صحبت کردین بسیار هم خدمت کردین در زمینه ای که در آن زمان به خصوص موضوع فوق مهمی بود و بیماری ویروسی بود که حال لاعلاج به نظر می اومد و بدتر از اون انگ بد اجتماعی هم بهش می خود به بیماراش و مبتلایانش و شما کار کردید و شهرت بلومرالی پیدا کردید جوایزی گرفتید و چندین سال در ایران حال تو این زمینه کار کردید ولی در تابستان 1387 شما رو به زندان انداختند چرا؟ والا این دقیق چراش رو باید از اونایی که ما رو انداختند زندان بپرسید ولی اون چیزی که به ما گفتن چون واقعا این یک به نظر من یک نگرانی و یک مشکل بزرگیه که مسائل با هم قاطی بشه ما هیچ فعالیت سیاسی نداشتیم نه من نه کامیار نه خانواده ما هیچ گونه اعتراضی به هیچ کس نداشتیم کل فعالیت ما این بود که چطور می توانیم به بیماران مبتلا به به بیماران معتاد و سایر بیماران کمک کنیم ما به خاطر مقالاتی که میفرستادیم بیرون از کشور دعوت می شدیم به کنفرانس ها و در این کنفرانس ها تبادل نظر با استادهای مختلفی می کردیم که یاد بگیریم ببینید اون زمانی که ما کار می کردیم اینترنت و نمیدانم این ویب سایت ها و دسترسی به اطلاعات مجانی نبود ما گوشه یک کتابی گوشه یک کاغذی رو پیدا میکردیم و از روم میخوانیم آمدن به کنفرانس برای ما فرصت بود که ما بیشتر یاد بگیریم بیشتر بریم سراغ استادهای بهتر استادهایی که سابقه داشتن از اینا بپرسیم مجله جمع کنیم کتاب جمع کنیم و بیایم و ارتباط داشته باشیم به ما زدن ارتباط با دولت متخاصم با استادای آمریکایی و ما رو انداختن زندان و بعد هرچی ما نگاه کردیم دیدیم اون گناه گردن ما نبود سیاست اونها عوض شده بود دنبال یک آدمی میگشتن که اونه بندازنش زندان دو این بود شفافزادی در زمینه ایدز ببینید ما انسان وقتی که میخواد یک کار شرافتمندانه انجام بده درسته که باید نگاه به ملاحظات سیاسی هم داشته باشد ولی نمیتواند واقعیت را کتمان کند حالا اگر من در ایران هستم و در آن زمان آقای احمدی نژاد و وزیر محترمشان و دو سه تا از متخصصین برجسته اعلام می کنند که ما داروی داروی درمان ایدز را کشف کرده ایم آیا من باید ساکت بشم یا اینکه بگم شما یک شو تبلیغاتی را انداختین به خاطر عوامفریبی این بود که من یک مقاله بلند بالا در روزنامه شرقم نوشتم و گفتم که شما دارید دروغ میگید به مردم و چرا وقتی که کار خوبه یعنی اون زمان کار همکاران من در زمینه بیماری اس خوب بود کار ما خوب بود داشتیم خوب پیشرفت میکردیم می سازمان جهانی بهداشت از ایران تقدیر کرد کمک کردن به ایران یهو یه وسط معامله آمدن گفتن که ما داروی ایدز کش کردیم این اصلا باعث حیران شد و بیماران رو دو مشکل کرد چون بیمارانی که تحت درمانهای دارو بودند برای تمام عمر حالا میگفتن این داروی کش شده که ما رو خوب میکنه به ما بدین. خب بسیار خب روشن شد که در واقع علتش چی بود ولی شما رو به 6 سال زندان محکوم کردن و برادرتون کامیار به سه سال زندان فکر میکنین که علت اینکه که شما رو زودتر از مدت محکومیتتون آزاد کردن به این معناس که بالاخره متوجه شدن که از اولش هم باید شما رو دستگیر میکردن؟ من اینجا باید بگم جای کامیار خالیه چون ما همیشه با هم بودیم همه کارم هم با هم کردیم کامیار اینجا یه جوکی داره نسبت به این میگه چون آرش بزرگتر بود به اون 6 سال دادن چون من کوچیکتر بودم 3 سال هیچ منطقی پشت این کار نبود که چرا من 6 سال چرا کامیار 3 سال مگر اینکه در در دادگاه 5 ای که ما با جناب آقای سلواتی داشتیم کامیار چون اون موقع در آمریکا بود در دانشگاه هاروارد رفته بود که یه دوره عالی ببینه و برگرده ایران برای سیستم های بهداشتی رو بهدا کنه آمده بود سر بزنه به ما ایران چون من بیشتر در ایران بودم و درگیر کارا در ایران بودم احتمال میدم به خاطر اون به من 6 سال دادن و به کامیار آه آه. سه سال ولی به خاطر آزاد شدن در واقع چون ما هیچ جرم قبلی نداشتیم و طی بازجویی ها من اینجا باید بگم ته ها هم خود هم می میدانستن که دنبال هیچ چیزی نیستن از ما فقط یه سوال جواب طولانی کردن و گذران وقت بود خود سیستم هم میدانست کاری ما نکردیم که خلاف باشه و این باعث تعجب همه شده بود که ما رو صفحه اول روزنامه ها انداختن به عنوان برانداز نرد و بعد وقتی که نتیجه آمد مشخص شد که هیچ کاری که هیچ هیچ مدرکی که نشان بده ما براندازی میخواستیم بکنیم نبود به این خاطر متوجه شدن و بعد آزاد کردن اول کامیاره بعد من منتا دیرتر نمیدارم چرا احتمالا به خاطر اینکه من 6 سالو گرفته بودن گذاشته بودن که ما سه سال و نیم هم تمام بشه بسیار خوب حالا شما بعد از اینکه آزاد شدید امکان ادامه کارتون بود در ایران یا اینکه منتون کردن از ادامه کار من دوست نداشتم از ایران مهاجرت بکنم امکان مهاجرت برای من پیش از زندان رفتن هم بود حتی من آمدم آمریکا تمام وسایل من آمدم و آوردم آمریکا دو مرتبه برگشتم ایران من نمیخواستم مهاجرت کنم بعد از اینکه ما رو از زندان آزاد کردن من برگشتم که برم سر کار دانشگاه گفتن نمیتونی بری گفتم خب پلی کلینیکی سازمان های غیر دولتی در حکم من نوشته بودند مادام العمر منع از فعالیت اجتماعی وقتی که من پرسیدم که ترجمه این به زبان من چه میشه گفتن که شما بیشتر از سه نفر نمیتونید در یک مکان باشی این برای تمام عمره شما حد اکثر خودت یه نفر دیگه گفتم مگر من برم بخش خصوصی یک مطب خصوصی بذارم خودم باشم و منشیم باشم و بیمارم باشه میشه سه نفر گفتن نمیشه به این خاطر دیدم اصلا ادامه کار امکان نداره و بدون کار هم راستش من دوست داشتم پزشک بمانم دوست داشتم بهداشت کار کنم به خاطر این مجبور به مهاجرت شدم و هیچ وقت یادم نمیره وقتی که من زمینی از مرز با اتوبوس آمدم بیرون وقتی که گمرک را رد کرد کردم و برگشتم و نگاه کردم به کوهی که پشتم بود و خدافزی کردم از ایران این همیشه برای من خواهد ماند خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه دکتر آرش علایی